پیرمرد 97 ساله هر روز تنها در رستوران غذا می‌خورد تا زمانی که کارمندان متوجه شدند مشکلی وجود دارد. این داستان خیلی جالبه. داستان کهنه سربازی که فامیلی نداشت و همیشه در یک رستوران یک نوع غذا می‌خورد. مطمئنم از شنیدن این داستان لذت می‌برید. پس تا آخر با ما همراه باشید. داگ پارکر یک کهنه سرباز 97 ساله بود که 2.5 سال بود به رستوران آربیز می رفت. اون همیشه غذای یکسانی می خورد. کریستینا که مدیر اون رستوران بود تمام مشتری های همیشه گیشو می شناخت. اما چرا این مرد همیشه تنها بود؟ سن کنجکاف بود بدونه چرا این پیر مرد هر روز به همین رستوران میاد و غذا می خوره. اما حرفی که پیر مرد به اون زد باعث شد قلب کریستینا به درد بیاد. مردم معمولاً غذاهای متفاوتی رو سفارش میدن تا طعم‌های مختلفی رو تجربه کنن. اما این مرد اینطور نبود. داک هر روز غذای یکسانی رو سفارش میداد. پرسنل عاشق این مشتری بودن و اون رو آقای داک صدا میزدن. کریستینا در یه مصاحبه گفت اون همیشه با یه عصا میاد و ما به محض اینکه اونو پشت در میبینیم در رو براش باز میکنیم. یه روز کریستینا تصمیم گرفت از مرد بپرسه چرا همیشه تنهاست و چرا هر روز به این رستوران میاد. با این وجود، داک نمیخواست همه چیزو به اون بگه و برای تعریف کردن داستان زندگیش به زمان بیشتری احتیاج داشت. کریستینا میگه ما فهمیدیم این مرد یه کهنه سربازه. اون در خانه سالمندان زندگی میکنه و خانواده ای هم نداره. اما چرا هر روز غذای یکسانی رو سفارش میداد؟ مرد هر روز یک ساندویچ همبرگر و یه نوشابه سفارش میداد. کریستینا تصمیم گرفت یک بار از مرد سوال بپرسه. آقای داک، دوست دارم بدونم چرا هر روز به این رستوران میایید. مرد به کریستینا نگاه کرد و جواب داد: اینجا تنها جاییه که میتونم ساندویچی پیدا کنم که شکممو به درد نمی آورد. مدیر نمیدونست که مرد بیماره و مشکل معده داره. وقتی پرسنل از داستان آربیز با خبر شدن، داستان پخش شد. یکی از پرسنل دیگه ی آربیز گفت: اون تا حالا چند بار به ما گفته که ما رو مثل خانوادهش میدونه. در نتیجه ما هم سعی میکنیم به اون نشون بدیم که اون رو مثل خانواده خودمون میبینیم. کریستینا به مشتریانش اهمیت زیادی میداد. در نتیجه وقتی یه کارمند جدید استخدام کرد، وضعیت داکو براش توضیح داد. اما یه روز ساندویچ داک مثل قبل نبود. از اونجا که مرد مشکل معده داشت، کل پرسنل آربیز دقت داشتن که ساندویچ داک درست مثل همیشه درست بشه. اگه محتویات ساندویچ رو کمی تغییر میدادن، ممکن بود منجر به درد معده‌اش بشه. به هر حال داک یک قهرمان جنگی بود که سختی‌های زیادی رو تحمل کرده بود تا جان ما رو نجات بده و اون لایق یک ساندویچ خوب بود. اما یه روز چیز جدیدی رو داخل پاکت ساندویچ داک گذاشتن. ایتال فیشرمن یکی از مشتریان همیشگی آربیز بود و آقای داک رو میشناخت. اون به یه گارسون جوان که در این رستوران مشغول به کار شده بود مشکوک بود و یه روز متوجه شد چیزی رو داخل بسته ساندویچ آقای داک قرار داده. ایتال میدونست که باید کاری کنه. در نتیجه گوشیش رو در آورد. اما نمیدونست لحظه ای که با دوربین شکار کرده اینقدر خبرساز میشه. ایتال عکس هایی رو گرفت که به زودی آربیز و آقای داک رو مشهور کرد. پیرمرد نشسته بود و منتظر اومدن گارسون بود. گارسون با یه لبخند جلو اومد و سفارش رو تحویل آقای داک داد. اون شروع به خوردن غذای مورد علاقش کرد. اما نمیدونست تعداد زیادی خبرنگار به اونجا اومدن. وقتی داک پاکت غذا رو بررسی کرد، کارت قرمزی رو دید که ته پاکت قرار داشت. وقتی آقای داک فهمید خبرنگارای زیادی در حال تماشای اون هستن، فکر کرد یه جور شوخیه. اما بعد که ماجرا رو فهمید، گفت ممنونم. من هیچ وقت نمیدونم که تا فردا زنده میمونم یا نه. اما به خاطر این کار خیلی از شما ممنونم. ماجرا اینه که پرسنل پولشون رو روی هم گذاشتن و یه کارت هدیه $200 آربیز رو در پاکت غذای آقای داک گذاشتن تا به اون کمکی کرده باشن. اونا میدونستن کهنه سرباز پول زیادی نداره. در نتیجه میخواستن به اون کمک کنن. و
وقتی مدیران ارشد آربیز از کار خیرخواهانه کریستینا مطلع شدن، تصمیم گرفتن با اون صحبت کنن. مدیران آربیز تصمیم گرفتن که هیچ وقت از این کهنه سرباز بابت ساندویچ و نوشابه‌اش پولی نگیرن. مرد میتونست تا آخر عمرش مجانی در اینجا غذا بخوره. اونها تصمیم گرفتن این خبر رو به آقای داک هم بدن و عکس العمل اون رو ببینن. واکنش آقای داک واقعا دیدنی بود. کریستینا میگه اون غافلگیر شد. واقعا نمیدونست چی بگه. کریستینا کنار مرد نشست و به اون گفت دیگه نیازی نیست نگران تهیه پول غذاش باشه. وقتی خبرنگاران با آقای داک مصاحبه کردن، کهنه سرباز چیزهای خوب زیادی رو راجع به پرسنل آربیز گفت. داک گفت اونا همیشه سعی میکنن میز همیشگی اونو خالی نگه دارن، با اینکه مشکلی با نشستن در میزهای دیگه نداره. از اونجایی که پرسنل میدونن مرد همیشه غذای یکسانی رو سفارش میده، غذاشو بلافاصله بعد از ورود آماده میکنن. به علاوه شماره تلفنشون رو به آقای داک دادن که اگه حالش خوب نبود با اونها تماس بگیره و یه نفر غذاشو جلوی در خونش به اون تحویل بده. به خاطر این اقدام خیرخواهانه آربیز، بقیه هم تصمیم گرفتن به نوعی از کهنه سرباز تشکر کنن و خدمات مجانی دیگه یا به اون پیشنهاد بدن. یک دکتر چشم بومی که داستان مرد رو شنیده بود، تصمیم گرفت اون رو ببینه. دکتر به رستوران اومد تا بینایی مرد رو به صورت کاملا رایگان بسنجه و وقتی متوجه شد چشم مرد ضعیف شده، عینکی رو به صورت رایگان به اون هدیه داد. وقتی کریستینا دید آدم‌های بیشتر و بیشتری برای کمک به آقای داکمیان، خیلی خوشحال شد. اون عقیده داره مردم همیشه باید به کهنه سربازها کمک کنن، چون اونها جانشون رو برای کشورشون به خطر انداختن. وقتی یه مشتری دیگه به اسم دانیل ملونی عکسی رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشت، دنیا از داستان آقای داک با خبر شد. عکس پرسنل رستوران رو نشون میداد که در حال اهدای یک کوپن 200 دلاری به آقای داک بود. این پست در اینترنت غوغا به پا کرد. دانیل در فیسبوکش نوشت آدم‌های خوب زیادی در دنیا وجود دارن. این کارمندان رستوران پول خودشون رو جمع کردن تا یه پیر مرد بتونه به صورت رایگان از غذاشون لذت ببره. وقتی دانیل ویدیو و تصاویر رو در فیسبوک به اشتراک گذاشت، کاربران زیادی کامنت مثبت گذاشتن و از کارمندان و مدیر رستوران بابت همکاری با یک پیر مرد سپاسگزاری کردن. این نحوه برخورد فوق‌العاده‌ایه که همه باید با همدیگه داشته باشیم. چرا که نه؟ اگه ما مواظب هم نوع آمون باشیم، دنیا جای زیباتری میشه. در این دنیا جوانایی هستن که قلب بسیار بزرگی دارن و امیدوارم شما هم از این دسته از افراد باشید.